تلویزیون رژیم که در تیول باند خامنه‌ای هستش در جهت دربردن و تبرئه خامنه‌ای از شکست برجام این روزا مرتبا برنامه‌هایی در جهت آوار کردن این شکست بر سر باند روحانی تهیه و پخش می‌کنه و یا مصاحبه‌هایی با مهرهای باند خامنه‌ای با همین سمت و سو پخش می‌کنه. از جمله دوشنبه شب گذشته مصاحبه‌ای با محمد جواد لاریجانی از مهرهای قوه قضاییه خامنه‌ای پخش کرد. اما در خلال اون اشارات گزنده‌ای به ضد و نقیض‌گویی‌های باند روحانی و به خصوص تیم مذاکره کننده داشت که ابتدا توجهتون رو به گوشه ای از اون جلب می‌کنم. ما در صورتی که آمریکا از برجام خارج بشه طبیعی هستش که برجام دیگه در کار نخواهد بود. هزینه ای هم متقبل خواهد شد آمریکا. اگر آقای ترامپ یا اگر هر کسی دیگه میدونست که از برجام خارج بشه هزینه پرداخت نمی‌کنه تا حالا این کارو کرده؟ این سخنان چند ماه پیش عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان بود. سخنانی که چند ماه قبل از اقدام رسمی کاخ سفید در خروج از برنامه جامع اقدام مشترک یا همان توافق هسته‌ای بیان شد و البته سید عباس عراقچی در بیان آنها تنها نبود. حجت الاسلام حسن روحانی در روزهای منتهی به اقدام جنجالی دولت آمریکا در سخنانی که در سفر به آذربایجان شرقی بیان کرد گفت توافق برجام یا میماند یا نمیماند، اما اگر بنابر ماندن باشد به طور کامل خواهد ماند و اگر نماند همه باید از آن خداحافظی کند. این موضوعی است که در گفتگوهای متعدد خود نیز صراحتا اعلام کرده و گفتم که حتی یک جمله به این توافق اضافه و کم نخواهیم کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در واکنش به احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای گفت توی NPT کشورهای متعاهد حقی رو دارن، اگر اساسا منافع ملیشون در گرو ادامه وضعیت نیست میتونن به راحتی خارج بشن. این یکی از گزینه‌های محتمل جمهوری اسلامی از سه گزینه متفاوت. با این حال شامگاه 18 اردیبهشت و چند دقیقه بعد از اعلام رسمی رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر خروج آن کشور از توافق هسته‌ای، رئیس جمهوری کشورمان به صورت رسمی اعلام کرد که مذاکرات با کشورهای اروپایی به منظور بر جای ماندن برجام را ادامه می‌دهد. رویکردی که در تناسب با مواضع قبلی مقامات دولت و مسئولان کشور نبود. پس از این زمینه‌سازی مجری برنامه به گفتگو با جواد لاریجانی پرداخت و او هم در حمله به باند روحانی در قضیه برجام چیزی کم نذاشت. گوش کنید. میشه گفت آمریکا در واقع اون چیزی رو که لازم داشت از برجام به دست آورد و سپس سر فرصت از برجام خارج شد. یعنی او کاری با صنعت هسته‌ای ما کرد و با ابزارهای ما کرد در واقع که فعلا خیالش راحت، حتی اگر از برجام هم خارج بشه ما پیشروی نخواهیم داشت در اهداف خودمون. این که ما در برجام در حوزه دانش تکنولوژی هسته‌ای چه آسیبی دیدیم یه بحث بسیار مهمی است و متاسفانه این بحث هم باز در همون چارچوب رقابت‌های سیاسی همیشه به این قسمت کشونده شده که این چیزی نیست، در حالی که بسیار چیزی هست. یعنی ما نمیبایست این مقدار هزینه کنیم، نمیتونستیم یه دفعه بدیم برن. این اشتباه بسیار استراتژیک ما کردیم، در حالی که میتونستیم گام به گام بریم. ما میتونستیم 100 تا سنتریفیوژ رو فعلا از کار بیرون بکنیم، اونم نه اینکه پاره پورشون کنیم، اونا رو با احترامات فائقه بریم جایی که بتونیم دوباره بیاریمشون. خب این کارا رو که نکردیم یه دفعه همه رو خب. ضربه‌ای که به صنعت اتمی ما زده شد بسیار سنگینه ولی جبران پذیره، با فاصله زیاد. البته چیکار میشه کرد؟ نمیشه کرد. قفله بابا، تو نمیتونی قفله رو باز کنی. ما این جان رو باید آقای روحانی بلا فاصله عوض کنه. دنیا خیلی بزرگه، پر از سلاخ سنبه است. فکر نکنیم مثلا فقط با این اون نشستیم کارم تموم شد. شما هر کاری بخوای در دنیا میتونی بکنی، به شرطی که بخوای. این تئوری استیصال تئوری خطرناکیه، چون افراد خیلی دلسوز وقتی میشنوند میگن خب اگر اینجور قفل میشه پس یه رای باید پیدا. تئوری استیصال معادل اضمحلال تمام عزت ملت ماست و این البته یک پیچ بزرگ تاریخی در کشورمونه.
رأس سوم لاریجانی ها تلاش میکنه استیصال و اضمحلال رو به عنوان یک تز و یک امر نظری که گویا توسط باند روحانی صادر شده و تبلیغ میشه جلوه بده، اما ناچار اعتراف کنه که رژیم در یک پیچ بزرگ تاریخی گیر افتاده. او اصرار میکنه که بجز این تئوری آیا راهی هست، اما بجز شعار توخالی نمیتونه راهی نشون بده. تنها راهش فریبکاری و به قول خودش استفاده از سوراخ سنبه های بین المللیه، غافل از اینکه اون سوراخ سنبه ها متعلق به دوره مماشاته که عمدن توسط طرف مقابل بازگذاشته میشد. با تغییر دوران که هر روز آثارش هم داره بارزتر میشه، دیگه از این قبیل سوراخ سنبه ها خبری نیست. من در یک کلمه بگم، به نظر من برجام مرده و اروپایی ها مسئول مرده خوری هستن. ما هرگز نباید معطل بشیم. ما باید این تفکر استیصالی رو بندازیم دور.